بعزت هاشم تبرتالا رو وقت میکنیم برای تمام بیمارانی که در کل دنیا در کل گردنه در قلب هامون از اونها خاطره داریم به خوبی که خداوند با احساس ما معوره رحمیم رحمش در شامعیم بیدار بشه رفع گذرات بکنه تمام اونهایی که امیدوارانه هر نوع معالجه رو دنبال میکنن به خوبی با نتایج خوب به اون برسن و بذرت هشم که همیشه به سرود تو بود خبرهای شادی رو بتونیم از تمام خانواده اسرائیل بتونیم شاهد باشیم. در پارشای نفته پارشای میشباتیم در مورد نکته صحبت میکنه که انسان میتونه به عنوان یک راه حل در قبول شدن تفیلا و بخشایش در درگاه خداوند از اون استفاده بکنه. چون در پاسخ میگه کیگنوف ایش شور او سر هرگاه اگر یک نفر دست به سرقت میزنه دزدی دزدی چی؟ گاو و گوسفند. قبلنا که آیفون نبوده که گاو و گوسفند میدزدیدن. اتفاحو امخارو و میاد ذبحش میکنه میپزتش میخورتش امخارو یعنی که میاد میفروشتش یعنی دیگه بعد از این که موچشو میگیرن هیچ علائم جرمی اونجا نبوده که بخواد پس بده اما دستگیر میشه توهین و خسارت چقدر باید پس بده در بقیه کیس ها دو برابره اگر کسی چیزی رو دزدید میبایست دو برابر پس بده کفر اما در مورد این کیس سرقت و یا دزدی گاو و گوسفند اگر گاو دزدیده باید پنج برابر پس بده اما اگر گوسفند دزدیده باید چهار برابر همیشه با کار یشلم تحت هشور پنج تا گاو میبایست که پرداخت بکنه به جای اون گاوی که دزدیده و اربسون و با چهار تا گوسفند تحت هسته جایگزین در ازای برهی که دزدیده حامیم توضیح میدن چرا باید در ازای دزدی گاو پنج برابر پس بده و در ازای دزدی بره چهار برابر آیا به نظر شما کدومش باید بیشتر باشه یا کدومش باید کمتر باشه در گمارا بحث میکنه میگه اولا ما دو نوع دزدی داریم یک دزدی داریم بهش میگن گنوا یک دزدی داریم بهش میگن گزلا گزل یعنی راهزنی رابری روز روشن گنوا یعنی دزدی سرقت شب تاریک و در واقع امکان داشت ما بگیم که جرم کدومش باید بالاتر باشه در تورا میگه جرم گنوا دزدی شب تاریک بالاتر از گزل راهزنی روز روشن چرا؟ در گمارا مسخت بابا کما میگه کسی که راهزنی میکنه روز روشن میاد با هفتیر با چاقو با اسلحه دزدی میکنه و یا راهزنی میکنه نه ترس از خدا داره نه ترس از بنده خدا اما کسی که شب تاریک میاد دست به سرقت میزنه از بنده خدا میترسه و نه از خدا و در گمارا میگه مانند کسی که یک جشن و ضیافتی رو برگزار میکنه در اون جشن از اهالی شهر دعوت میکنه ولی از اهالی قصر و پادشاه هیچ دعوتی نمیکنه یک نفر دیگه نه از اهالی شهر دعوت میکنه و نه از اهالی قصر و پادشاه
در این دو حالت کدومش به پادشاه بیشتر توهین شده؟ در کدوم از این مهمونی ها؟ تو هیچ کدوم از مهمونی ها دعوت نشده، ولی تو کدوم از این مهمونی ها احترامش کمتر حفظ شده؟ اون که طرف ارجحیت داده به اهالی شهر، دعوتشون کرده، ولی یه تعارف به اهالی قصد نکرده، بیشتر توهین کرده تا اینکه نه هیچ کسی رو دعوت نکرده، نه اهالی شهر و نه اهالی قصد. همینطور هم کسی که راه زنی میکنه روز روشن در ملأ عام، نه احترام خدا رو گذاشته، نه احترام بنده خدا. اما کسی که میاد در شب تاریک در خفا پشت سر دست به سرقت میزنه، متاسفانه ترس از بنده خدا رو بیشتر از ترس از خدا در خودش قرار داده. و موقعی که ربی یوحانان داشت فوت میکرد، در مسیحیت براخود میگه تلمیدیمش میگن که ودارا در این لحظه ودا و در این لحظه آخر یک نصیحتی، یک وصیتی، یک درس عبرتی به ما بدید. گفت امید که به همون مقدار که از بنده خدا می ترسید، به همون مقدارم از خداوند بترسید. چون در گمارا میگه دزد موقعی که دست به دزدی میزنه، این برا نگاه میکنه، اون برا نگاه میکنه، ببینه کسی نباشه. ترس از مردم بیشتر آزارش میده تا ترس از خدا. میگه امید که به همون مقدار که ترس از بنده خدا دارید، به همون مقدارم ترس از خدا داشته باشید. تلمیدین سوال میکنن که بودارا فقط تا این قدر؟ ربی یوحانان میگه ای کاش تا این قدرم داشته باشید. کسی که حضور خداوند رو بتونه با عینک فکر و ذکر و احساسش بتونه حس بکنه، میگه هشم الان اینجا نشسته. در اینجا در شیل معلوت داوید همیلخ میگه هشم سیلخا، خداوند سایه توست. هر جا بریم خداوند همراه ما هست. معمولا کسی که پشت میکنه به سایه خودشو تنها میبینه، اما کسی که سایه در کنارشه خودشو امین و محفوظ میبینه. کسی که ترس از خدا داشته باشه همیشه براش یک سیکیوریتی، یک امنیته که خدا با منه، چون من با خدا حضور هشم رو حس میکنه. اما موقعی که انسان ترس از خدا نداشته باشه، اون امنیت و اون سیکیوریتی هم از دست میره. به همین دلیل در پاسخ میگه کسی که دزدی میکنه گاو و گوسفند، باید 5 برابر و 4 برابر پس بده. اما چرا گاو و گوسفند رو؟ در حالی که اگر میرفت یک ماشین میدزدی، در حالی که میرفت اگر یک قوطی حلبی میدزدید یا حتی جواهر میدزدید، 2 برابر پس میده. حتی دزده شبونه، پس چرا گاو و گوسفند رو باید؟ در گمارا بحث میکنه و میگه به 2 دلیل. دلیل اول این که چرا اصلا باید فرق باشه بین گاو و گوسفند؟ حداقل بگی کسی که گاو و گوسفند میدوزه 5 برابر بده. چرا گاو 5 برابر، گوسفند 4 برابر؟ چه فرقی بین گاو و گوسفنده؟ در گمارا میگه موقعی که کسی گاو میدوزده، چون سنگینه، بعد به دنبالش افسارش یا تنابش رو بگیره، یواش یواش بدون سر و صدا، بدون زنگوله، از خونه طرف، مزرعه طرف خارج کنه و بدوزه. اما کسی که میخواد گوسفند بدوزه، برای اینکه سریعتر کار انجام بشه و این سر و صدا نکنه، بابا نکنه، کولش میکنه این گوسفند رو. و موقعی که کولش میکنه و نتبذاب و خجالت میکشه که یک گوسفند کل کرده، هر کی ببینه میگه چه گوسفند کل کرده.
میگه برای همین چون خجالت گوسفند دزدی بیشتر از گاو دزدیه، طرف بلند بلند میتونه افسار گاوه رو بگیره دنبالش و امکان داره فکر کنن گاو خودشه، اما کسی که داره گوسفند میدزده میفهمن که داره گوسفند میدزده چون کلش کرده و با حرکت و عجله‌ای که میره برای سنگینی، چون داره خجالت و خاری برش میاد، خداوند جرمشو کمتر کرد، گفت تو 4 برابر برای گوسفند بده، چون در هنگام سرقت خودت یک زجری رو تحمل کردی. حخامیم از اینجا یاد میگیرن کسی که گناهی رو انجام میده ولی خجالت میکشه از گناهی که داره انجام میده، هیچ نوع احساس افتخاری در درون نداره بلکه با شرمساری اون گناه رو انجام میده، همون شرم، همون بوشا داره از گناهش، شدت گناهش داره کم میکنه، تا برسه کسی که بخواد دست بلند با مدرک و با تبلیغات بخواد گناه میکنه، دیگه چقدر داره به گناهش اضافه میکنه. و در ادامه میبینیم در مورد چه دزدی ما داریم صحبت میکنیم، که اون شیء دزدی یعنی گاو و گوسفند رو نداره پس بده، اتواخو خوردت و پختتش یا اومخارو فروختتش، دستش نیست که بخواد پس بده، اما اگه دستش بود که پس بده بعد 2 برابر پس بده، چون دستش نیست بعد 4 برابر و 5 برابر. در گمارا یک دلیل دیگه میاره که چرا گاو رو 5 برابر و گوسفند رو 4 برابر، میگه چون به خاطر اینکه گاو وسیله کار این مزرعه دار بود و موقعی که میان گاوشو میدزدن، تراکتورشو میدزدن، از کار بیشتر عقب میمونه تا کسی که گوسفندشو میدزدن. کسی از گوسفند برای گاو آهن و کار استفاده نمیکنه، از گوسفند برای پشم ریزی، برای شیر دادن و الی آخر استفاده میکنن. به همین دلیل چون گاو دزدی شدن یا غیبت گاو ضرر بیشتری رو به صاحب گاو زده، پس باید 5 برابر پس بده. از اینجا باز حخامیم یاد میگیرم که بعضی موقع هست که انسان مزاحم کار دیگران میشه و باعث میشه که از پرناساشون و از بیزینسشون و از رزق و روزیشون کم بشه. کسی که چک وعده دار میده به افراد و میدونه که این چکه برمیگرده، طرف رفته رو اون چک چکای دیگه داده به مردم، و چه بسا اون چکی که برمیگرده باعث برگشته شدن چکای دیگران میشه، و اون موقع است که تمام سیستم تجارت این آقا به هم میخوره. چرا؟ چون یک مشتری که میدونست که چکش برمیگرده بیدلیل بدون هیچ احساس و ملاحظه به این چک برگشتی و اشتباه. و همین دلیل میگه که انسان نباید باعث کمکاری و یا ضعف در کار دیگران بشه، و چون این با گاو دزدیدنش کار طرف رو، اون مزرعه دار رو پایین تر آورد، به همین دلیل بیشتر از گوسفند و 5 برابر بود. اما بیایم اینجا، منظور از اتفاح و امخارو یعنی چی؟ منظور از یعنی این که کشتتش و پختتش و خوردتش و یا امخارو یا این که فروختتش. قبل از اینکه به اون برسیم میگه در برابر گاوی که دزدیده باید 5 تا همیشه با کار یعنی گوساله، 5 تا گوساله باید پس بده. چی دزدیده؟ شور، گاو دزدیده، بعد چی پس بده؟ گوساله. 3 بره دزدیده، اما بعد چی پس بده؟ سون، گوسفند، بگی میشه بچه گوسفند. چرا خود سه؟ چرا خود بره؟ بره رو amazon.com یا گوگل ببینه کجا بره 10 ساله میفروشن، بخره پس بده.
چرا میگه بعد گوسفند سون به جای سه پس بده، بکار به جای گاو پس بده؟ چون به خاطر اینکه این صاحب مزرعه، این صاحب گاو، این صاحب گوسفند یا بره چجوری این گاو رو به دست آورد؟ از همون موقعی که گوساله بود شیرش رو داد و ازش تربیت کرد که شد گاو. این سه، این بره چطور به این درجه رسید؟ سون یک گوسفندی بود، یک کوچیکی بود که بزرگ شد، حالا بره شد. موقعی که دارن پس میدن باید احساس اون صاحب مزرعه یا صاحب مالم رو در نظر گرفت که این مجددن از یک چیز کوچیک به این چیز بزرگ رسیده، همون موقعیت رو براش پیش بیارم که بتونه هنوز همون بهره برداری رو داشته باشه. در نتیجه موقعی که یه نفر یک چیزی رو از کسی میگیره، میدزده، سرقت میکنه، راهزنی میکنه، هزاران احساسم همراهون با خاطره و مموریز از طرف دزدیده میشه. فقط اون نیست که خب مگه چی بود 100 دلار پولش، آقا بیاین 100 دلارشو بگی. درست تو را میگه بده 100 دلار رو، اما چطور میتونی جایگزین تمام اون خاطرات رو بکنی، تمام اون احساسی بکنی که همراه این 100 دلار همراه بود؟ به همین دلیل تو را میگه موقعی که شور دزدیدی بکار گوساله پس بده، موقعی که سه بره دزدیدی سون گوسفند پس بده. اما منظور از اطفاح و امخارو یعنی چی؟ اگر پخته بودش و خورده بودش یا امخارو یا فروخته بودتش. ما میدونیم دو انگیزه میتونه برای گناه وجود داشته باشه، دو انگیزه برای گناه میتونه وجود داشته باشه. دو انگیزه چیه؟ یکی لت آوون، یعنی طرف از روی اون هوا و هوس و دیگه کشش گناهی که درش پدید اومده میره اون گناه رو انجام میده، لت آوون، نه از روی لجاجت، از روی این که دیگه نمیتونه بدون اون زندگی بکنه یا دیگه به این گناه عادت کرده. دو، طریقه دوم یا انگیزه دوم گناه چیه؟ لحقیس، از روی لجاجت، برای عصبانی کردن، برای توهین کردن، برای پایین آوردن ارزش تورا، لحقیس از قصد روز کیپور میره جلوی مردم سیگار رو جمع میکنه بکشیدن، لحقیس برای اینکه لجاجت بکنه، برای اینکه مردم رو عصبانی بکنه، ربانی و تورا رو بیاره پایین. به همین دلیل اون کسی که اطفاحو، اون کسی که اون گوسفند یا اون بره یا اون گاوی که دزدیده رو میاد میشینه و میبره و میخوره و میپزه، برای لت آوون از روی امیال و هوا و هوس و اشتهای خودش بوده که رفته این گناهو کرده. اما کسی که امخارو میخواد بهره سود مالی از این ببره به عنوان کسب کار، به عنوان بیزینس، کاری به این گناه نداشته، اصلا از گاو و گوسفند متنفره، میخواد پولی بیاد جیبش، میخواد یه مقامی به دست بیاره، میخواد عکسشو تو روزنامه ها بزنن، بکننش رئیس فلان ارگانیزیشن، چون این داره ضد تورا حرف میزنه، چقدر آدم روشنفکریه. امخارو میخواد خودشو بفروشه، آیدیاشو میخواد بفروشه، به همین دلیل میاد دست به این کار میزنه. نه آقا، این مال قدیمی هاست، ما متجددین، ما جدیدا هیچ موقع زیر بار این حرفای خرافات نمیریم. امخارو میخواد بفروشه یه چیزی و یه آیدیایی رو، اون انگیزه دومه که میاد گناهی رو انجام میده. به همین دلیل یکی از ربانیم بود که موقعی که روز کیپور داشت برمیگشت از کنیسا، وسط روز به عنوان یه خستگی بین موساف وقتی که اضافه بود تا مینها، میبینه که فلان اسرائیله که میشناسه تو رستوران
غیر کاشر ساندویچی که سر کوچه دقیقا میبینه همه مردم دارن از کیپور دارن میان خونه تا اصل بازار برگردن نشسته و داره دلوپی میخوره. اون راب میروش میگه که بخور ببین چقدر خوشمزه است، ببین چقدر خوشمزه است، خوشمزه است، نه بخور. پسرش بعد از کیپور میگه بابا من گفتم الانه که یه سیلی میزنه تو گوشش، الانه که یه حرفی میزدی که دست از کار اشتباهش برداره. چی گفتی؟ خوشمزه است، خیلی خوشمزه است، اینجوه. گفت نگاه کن من خواستم بهش رحم بکنم، لطف بکنم، این از قصد رفته نشسته که این کارو بکنه، لحقیست، برای اینکه لجاجت و عصبانیت و توهین به تورا بکنه. من خواستم جرمش رو تو شامعیم کم کنم که لتعاون از روی اشتها و گرسنگی و آتشش باشه که این غذا رو بخوره، این غذا غیر کاشر رو، که جرمش کمتر باشه. لتعاون فقط برای اینکه خودش رو تسکین بده، آرام بکنه، نه برای اینکه واقعا بخواد لجاجتی با تورا داشته باشه. در دوره ما زندگی میکنیم که متاسفانه اگر اشخاصی رو میبینیم تورا رو زیر پا میگذارن 99% لتعاون، به خاطر اینکه اینجوری بار اومدن، ایژوکیشن نداشتن، خینوخی یهودی نداشتن، نتونستن جلو خودشون رو بگیرن، بالاخره پیر پرشر، تأثیر محیط روشون یه مقدار اونها رو در این مسیر جاده اشتباه قرار داده اره آخر، و دیگه برگشت براشون امکان داره سخت باشه. لتعاون برای اینکه هوا حوض خودشون، اگر نه تا میان کنیسا تورا رو بغل میکنن، موشه به نمرام الی آخر. اما متاسفانه هستن اشخاصی لحقیست، با مقاله هایی که می نویسن، با قلم و لفظی که استفاده میکنن، که مبادا دیگه بازارشون کساد بشه و بازار ربانیم پر رونق بشه، شروع میکنن به سمپاشی کردن و مقاله های سمپاشی نوشتن. اونها لحقیسه، با اینکه چیزی سودشون نمیبره، مثل اون ماری که میگزه میذاره میره، کاری به اون شکار نداره، اون خارو فقط اومدن چیزی بفروشن، یه آیدیایی رو بفروشن. به همدلیل کسی که به تبح، کسی که اون گاو رو میپز و میخورد، حته خودش گناه میکرد، اما کسی که اون گاو و گوسفند رو میرفت میفروخت، محتی تربین دیگران رو در این جنس دزدی شریک میکرد. اشخاصی که میان لحق ایست، از قصد به تورا پشت میکنن و وجهه تورا رو میخوان در نظر مردم میان پر. آقا این هم ربانه، دیدی فلان ربای تو روزنامه در موردش چی نوشتن؟ این که میان وجهه تورا رو میان پایین در نظر مردم، آقا هلاخا فلان، نه تنها خودشون دارن گناه میکنن، محتی تربیم دارن دیگران رو هم گناهکار میکنن، مثل یک سنگی که انداختن توی چاه، چاه گلالود شده، هیچ که دیگه نمیتونه استفاده بکنه، نه تنها خودشون، هیچ که دیگه نمیتونه. به همین دلیل تو پاسو میگه دو نوع دزدی هست، دو نوع طریقه است که انسان میتونه گاو، شور یعنی نشاما، سون یعنی نفش، میتونه از نظر روحانی به خودش ضرر بزنه. یکی این که بخواد فقط هوا و هوس خودش رو تغذیه بکنه، ارضا بکنه، یا این که بخواد چی؟ امخارو، بخواد فروشگاه باز بکنه و از اون طریقه بخواد یک اسم و رسمی به دست بیاره. به همدل کسی که میپزه و میخوره بسطر، خونه خودش رفته سر گاور رو بریده و پخته و خورده، بسطر، این یک علامتشه که آیا واقعا داره لتعاون یا لحقیس. تنهایی کسی نبینه گناهی رو انجام میده. میگه تویی که داری هوا و هوست تو فقط تنظیم میکنی، جرمه پایین تره. کسی که بگالوی میره میفروشه، آقایان اینجا گاو فروشی داریم، بره فروشی داریم، در نتیجه چقدر بعد انسان مواظب باشه. اینو من بارها گفتم،
حتی اگرم به هر دلیلی ما نمیتونیم شمر شباز باشیم، به هر دلیلی نمیتونیم شمر کشرود باشیم، به هر دلیلی نمیتونیم یهودیتمون رو کاملا رعایت بکنیم، به هر دلیلی، هنوز مبادا که بخوایم جرم خودمون رو سنگین بکنیم، مبادا که یهودیت رو پایین بیاریم. یهودیت به جا خوشا با حال اونایی که میتونن شمر شبات باشن، خوشا با حال اونایی که میتونن کشروت رو نگه دارن. ای کاش منم میتونستم نگه دارم، ولی من متاسفانه عیب از منه، من نمیتونم نگه دارم. نه اینکه عیب از توراست، عیب از هلاخاست، عیب از شباته. نه آقا، این حکومت نظامی چه یعنی چه قحطی؟ حالا اومدیم کروز قحطی و تشنگی بخوریم که چی اینجا کاشر نیست؟ نه اینکه عیب روی تورا بگذاریم، عیب رو خودمون بگذاریم. ای کاش منم میتونستم به درستی این یهودیت رو، افتخاری که خداوند به من داده رو، به خوبی ازش نگهداری بکنم. به همین دلیل خداوند میگه اگر گاوی رو زیر پا گذاشتی یا دزدیدی یا بره ای رو، از باقار شروع کن، از گوساله شروع کن که بخوای اونو جبران بکنی، از سون شروع کن که بخوای اونو جبران بکنی. یعنی چی؟ یعنی انسان از موقعیت های کوچک زندگیش استفاده بکنه برای جبران کردن موقعیت های بزرگ زندگیش. منتظر یک موقعیت بزرگ دیگه نباشه تا بتونه اون موقعیت بزرگ از دست رفته رو بخواد جبران بکنه. الان من میتونم یه باقار، یه گوساله بدم، حتی اگرم تعداد دفعاتش چی باشه؟ 5 دفعه باشه، 4 دفعه باشه، که جبران و موقعیت گاو بزرگ، اون مادر رو، پدر رو بخوام جبران بکنم. به همین دلیل حخامیم توضیح میدن التیه کلا بینه خواب برکت دیوت. اولا که براخای اشخاص معمولی هیچ موقع برات ساده نیاد. هر کسی تو براخاش، تو برکت، تو دعاش قدرتی داره. تا الان پشت تلویزیون رو باز کردی؟ تا الان پشت ساعتتون رو باز کردی؟ پشت تلفنتون رو باز کردید؟ دیدید چه مهراب و دنده آب و سیما و مقاومت و ترانزیستورهای کوچیکی اونجا داره؟ فقط تنها یه نفر لازمه که بگه این دنده به این کوچیکی کاری نمیکنه که، باید چاقون دنده رو در بیاره از تو ساعتش. فقط لازمه که یه نفر یکی از این سیمای ترانزیستور یا مقاومت یا خازن و اینایی که پشت این کامپیوتر یا پشت تلویزیون یا پشت تلفن رو قطع بکنه، چیه؟ تمام دستگاه شاددان میشه، چون همون حلقه بود که تمام زنجیر رو به هم وصل کرده بود. You never know، با یک میسوای کوچیکی که پای انسان، جلوی پای انسان، با یک دعایی که یک نفر به ما میکنه، همون امکان داره که اون قدرت دعا، اون قدرت میسوا انسان رو یک باره نزدیکتر بکنه، بیداری درش پدید بیاره که بخواد ادامه بده و واقعاً جبران گذشته رو به خوبی بتونه بکنه. به همین دلیل رابای وزنر میگفت، یکی از اشخاص نامی اینو گفته، افراد کوچیک دنبالن که همیشه کار بزرگ انجام بدن، اما اشخاص بزرگ همیشه فکرشونه که چیزهای کوچیک و نادیده نگیرن. مبادا که حواسشون بره که به طرف شالوم نگن، مبادا حواسشون نباشه که اون موضوع رو انجام ندن. هر میسوای، هر موردی براشون ارزش الماس داره که میخوان در گنجینشون داشته باشه. بندر در پاسخ میفرماد کسی که بتونه این رو رعایت بکنه، یه گاو دزدیده ولی 5 تا گوساله باید پس بده. کسی که بتونه جور، توبه، تشووا، پشیمونی، حرادا، جبران کردن گذشته رو
بر خودش قبول بکنه، مطمئن خواهد بود که دیگه با اون چند تا میسوای کوچیک، 5 تا گوساله، یه گناه بزرگ رو جبران کرده. این که انسان از هر موقعیتی به عنوان یه فرصت طلایی استفاده بکنه. اگر میتونم من یک لحظه به خداوند نزدیکتر بشم، در پاسخ میگه تو یک سر سوزن به من باز کن، من به اندازه یک تالار به تو گشایش میدم. یعنی اینقدر مقیاسش اصلا غیر قابل مقایسه است. خداوند میگه تو یک قدم به من جلوتر بیا، من به سوی تو میدوم. میتونه انسان همچین تغییری رو تو زندگیش نگاه کنه. اما در پایان با گذشته‌ای که هر کدوم از ما داریم، با مسیر و دایرکشنی که هر کدوم از ما تو زندگی داریم، چطور میتونیم آینده خودمون رو تضمین بکنیم؟ دو کلمه: شرمسار از گذشته، امیدوار به آینده. نه اینکه امیدوار از گذشته و شرمسار و ناامید از آینده. شرمسار از گذشته. هر چقدر با خداوند احساس تواضع و فروتنی بیشتر نشون بدیم، خداوند آی نو گذشته من تو بهتر میدونی، آی دونت هاو تو تل یو، بوشا و خلیما، شرمساری و خجالت، ولی امید دارم به فردا. اینه که مرز انسان رو، موقعیت انسان رو در برابر خداوند بالا میبره. و هر کسی که میگه در گمارا خجالت بکشه از گناهی که کرده، تو شامعین تمام اون گناه رو براش پاک میکنه. تا این حد به همین دل موقعی که آدم آرشون گناه کرد، خداوند براش اولین نسخهی که پیچید چی بود؟ لباس براش تهیه دید. لباس به عبری در تورا میگه کتنوت اور، اما به عبری یک کلمه دیگه برای لباس داریم، چیه؟ لبوش. لبوش میشه لباس. لبوش از کلمه بوشا میاد. بوشا یعنی شرمساری، عجب و حیا. چون میگه موقعی که آدم آرشان تا از اون درخت عصت دهد خورد، یک بار عریانی خودش رو دید و خجالت کشید و رفت خودشو مخفی کرد. و حتی موقعی که خداوند صداش میکنه ایکا، گفت خداوند من عریانم. کی بهت گفت عریانی؟ آه نکنه از اون درخت خوردی. درخت مگه چیکار به سر آدم آرشان برد؟ گفت از آدم خجالت بکش، نه از خداوند. خداوند گفت چطور؟ از عریانی خودت در نظر دیگران خجالت کشید، خودتو مخفی کردی. از حضور من در گن ایدن که بهت گفتم از این درخت نخور خجالت نکشیدی. بندن اولین نسخه‌ای که براش پیچید لبوش، لباس بود. گفت نه، اینجوری خجالت کشیدن فایده نداره. هم از خدا باید خجالت بکشی، هم بنده خدا. این شرمساری و حجب و حیا باید دو طرفه باشه، نه فقط از بنده خدا. بندل در گمارا میگه یک بار یکی از ربانیم رفته بود دستشویی، روش اون برمیکنه، میبینه تلمیدش اومده اون گوشه قایم شده. اون موقع دستشویی ها مثل الان نبود که پنکه و ارکاندیشن و ففاره و لوستر و خوشبو کننده و مبل و تلویزیون و تلفن و اینا داشته باشه که اصلا طرف فراموش میکنه کجا اومده، همه کاراشو اونجا انجام میده. یه گودالی بود، میرفتن دستشویی میکردن پشت دیواری. یه تلمیدش اونجاست، گفت اینجا کجا؟ گفت نگاه کن، توراهی ولونده آنستاره. گفت همین دستشویی رفتن هم حلاخا داره، توراست. اومدم یاد بگیرم چطور میری. و بعدش که اومد گفت یاد گرفتم که چطور میرن، که نباید انسان یک بار خودشو عریان بکنه، باید قسمت قسمت که حجب و حیا رو حتی در اونجا داشته باشه. در گمارا میگه یک نفر بود، یکی از ربانین که در مورد در یک فیونرالی بود،
در یک مجلس ترحیمی بود، مجلس خط، که طرف میگفت چقدر طرف سانوه بود، چقدر حجب حیا داشت، چقدر صدیق بود، چقدر این بود. مثل امروزه نیست که هرچی تعریف کنید به کنیسا دونیشن بیشتر میگیرید. طرف داشت تعریف میکرد از متوفی. راوه صداش میکنه، میرم تو از کجا میدونی اینقدر سانوه و حجب و محجوب بود؟ باش تا الان رفته بودی دستشویی؟ در پنهانی ها انسان حجب و حیاشو اگر رعایت بکنه معلومه که هم از خداوند میترسه و هم از بنده خدا، هم اون گوشا خجالت و شرمساریو در نظر هر دو داره. به همین دلیل پاسخ داره به ما میگه که چه گناهی که لتعاون اتواحو با پخت و پز و هوا و هوس انجام شده، چه گناهی که امخارو با لحق ایست، با تبلیغات، با افتخار و فروغ انجام شده، هنوز هر دوی اونها قابل جبران هستن. این که انسان به فکر توبه و برگشت بیاد میتونه هر گناهی رو به عزت هشم جبران بکنه که به عزت هشم بتونیم به اون درجه برسیم.